یه اصلی رو اینشتین به ما یاد داد، بهش میگن اصل نسبیت. این چیزی که در ادیان به اسم اصل استمرار معروفه. شما دقت بکنید، این ادیان هدفشون آمادگی برای بلوغ بعدی بود، ولی چون ما این مفاهیم رو میخواییم ثابت نگه داریم، نمیخواییم عوضش کنیم، دچار اختلال میشیم، واژه ها بیمعنی میشه، اصالت انسان هم حتی زیر سوال قرار میگیره. آیا هدف موسی این نبود که یک مرحله جدید دیگری به اسم عیسی باشه؟ آیا عیسی به عبارتی اما موسی نبود؟ چقدر قشنگ میگه در انجیل، اگر موسی را فی الحقیقه میشناختید مرا هم میشناختید، چون حقیقت که تعدد نداره. ما به خاطر سبک مغزی، بی عرفانی، عدم شناخت واقعی، به این هیکلا، به این عبادات ظاهری توجه میکنیم، حالان که اینها یه چراغن. اون چیزی که مهمه نوریه که در این چراغ هست. اینها همه شاید بتوان تشبیهی گفت که آینه هایی هستند در مقابل یک خورشید. وقتی که به این آینه ها توجه میکنی، تفاوت های زیادی دارن. موسی پرست میشن، عیسی پرست میشن، محمد پرست میشن، علی محمد پرست میشن، میرزا حسین علی پرست میشن، حالان که اینها فقط کسانی بودن که هدفشون این بود که توجه ما رو از خودمون دور، از خودشون دور و به اون حقیقت الحقایق ما رو رهنمون بشن. خوب دقت کنید، پس اشکال دین نی عدم استمراره. هر دینی مقدمه دین بعدیه. این یه اصل کلیه. هر فلسفه‌ای مقدمه فلسفه بعدیه. وقتی که در یه حیطه زمانی گیر کنی، دیگه نخوای روش بکنی، مثل یه بچه‌ایه که متولد میشه، شما بهش شیر میدی، یه ذره که بزرگتر میشه غذاشو عوض میکنی، لباسشو عوض میکنی. این روح حیاته، این روح رشده. شما اگر بچه ای که در سنین بالاست، همون طوری که در سن دو ماهگی باش رفتار میکردی انجام بدی، که این انسان پویاییشو از دست میده و میمیره. این است معنی خدا مرده. یعنی ای حبیب، ای کسی که مدعی انسانیتی، مدعی خدایی هستی، با این لغت ها بازی نکن، با این لغت ها دیگران رو قضاوت و اسیر نکن. بله، الان خدا مفهوم خودشو برای اون کسانی که بی خدا هستن از دست دادن. چرا؟ چون اونا فکر میکنن حالا به جای این که به خدا معتقد بشن، به یه وهم دیگه توجه کنن، علم گرا بشن. علم هم عوض میشه. علم امروز علم دیروز نی، علم فردا علم امروز نی. هدف از علمی بودن یعنی با خرافه گرایی جهاد کردنه. جهاد یعنی جهد در مقابل آنچه که حقیقت رو میخواد از بین ببره. این جهاد با نفس اماره، جهاد با خرافه‌گری، جهاد با تعصبات. جهاد به معنی کشتن نیست، جهد سعی. ما نباید کسی رو در راه عقیده‌ای بکشیم، اسیرشون کنیم، چون شما بدنشون رو میکشی، فکرشون رو که نمیتونی بکشی. آیا سقراط رو تونستی نابود کنی؟ آیا رازی رو از بین بردی؟
آیا گالیله رو به دار فنا فرستادی؟ خیر، تمام اینا زندن، زنده حقیقی هستند.